همراه هستیم با لیلا مروبتی، تحلیلگر سیاسی که از فنلاند همراه ما هستن. خوش آمدین خانم مروبتی. آیا میشه مواضع اخیر روسیه در مورد جزایر سه‌گانه رو نشانه واگرایی در روابط دو جانبه و دور شدن مسکو از ایران ارزیابی کرد؟ با درود خدمت شما. ببینید، در واقع ایران و روسیه متحد استراتژیک همدیگر نیستند، شراکت راهبردی ندارند. روسیه به دنبال در واقع سیاست‌های چند وجهی است که مخصوصا بعد از جنگ اوکراین براش پیش اومده و مشخصا به دنبال اینه که بتواند تحریم‌های غرب رو خیلی کمتر کند و بتواند برای بازارهای خودش مخصوصا در حوزه کشورهای عربی به نحوی متحدان و شرکایی پیدا کنه و تمام رفتار دولت روسیه بر اساس اون چیزی که خودشون در حال در نظر گرفتن با عنوان الزامات دیپلماتیک برای اونها قابل توجیه هست. اما این دولت ایرانه، با توجه به اینکه ایران اومده از یک سیاست یک فشی استفاده کرده و مشخصا به اصطلاح تمام تخم مرغ‌ها رو در یک سبد قرار داده، فکر میکنه که در واقع دولت روسیه به نحوی به اون اتحادی که ایران فکر میکنه داره اما عملا وجود نداره خیانت کرده، در حالی که برای روسیه در واقع بحث انتخاب‌های متفاوت و متعدده. روسیه میاد در انتخاب بین ایران و کشورهای مانند کشورهای مثلا عربی، خود امارات متحده، امارات، کشورهای مانند قطر، مانند عربستان، به این نتیجه رسیده که اونها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی، از لحاظ حتی سیاسی قدرت و نفوذ بیشتری دارن. اما ایران در واقع متوجه این قضیه نبود، یعنی فقط در مورد مرزهای جنوبی ایران در واقع فقط در مورد اون نیست، حتی ما در مورد مرزهای شمالی ایران رو هم این رو هم میتونیم مشاهده کنیم. به عنوان نمونه، دولت ایران در مورد رژیم حقوقی دریای خزر با دولت روسیه همیشه اختلاف داشته، اما هرگز نتونسته روسیه رو مجاب کنه که اون سهمی که به هر حال میبایست به ایران داده بشه به ایران اختصاص داده بشه. و در موارد دیگر هم همینطور، ایران و روسیه در حوزه مثلا انرژی اختلاف نظر دارن. روسیه هرگز از ایران اون چیزی که ایران فکر کرده به عنوان حمایت از ایران حمایت نکرده. دیدیم بارها در بحث شورای امنیت در واقع موازی غیر از موازی ایران داشته و حتی به توهایی هم علیه موازی ایران داشته و به ضرر ایران اومده، در واقع رأی صادر کرده. اما این با توجه به اینکه ایران یک سیاست یک فشی داره، نتوانسته در واقع برای روسیه جایگزینی پیدا کنه و مشخصا فکر میکنه در این مورد به هر حال به ایران خیانت شده، در حالی که روسیه میاد اینو تحت عنوان الزامات دیپلماتیک به هر حال توجیه میکنه. در واقع اون دستگاه دیپلماسی ایرانه که دچار اشتباه شده در برآوردهاش، که فکر میکنه باید تمام نگاهش به سمت روسیه باشه. خانم مروبتی، اتخاذ این سیاست از سوی روسیه تا چه اندازه میتونه به منزوی تر شدن جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش در واقع تأثیر گذار باشه و اساسا ایران جایگزینی برای کشور روسیه در روابطش داره؟ اگه کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم. برای اینکه ایران بتونه به هر حال با جایگزینی غیر از روسیه داشته باشه، نیاز به دتانت یا تنش زدایی بین همسایگانش هست و این نیاز به یک سری الزامات و سیاست خارجی بلند مدت و میان مدت داره که به ظاهرا ایران تا این مرحله نتونسته اینو به هر حال فراهم کنه. میبینیم ایران در حوزه کشورهای عربی تنش‌های اساسی دیپلماتیک مخصوصا با دولت عربستان داشته، در حوزه کشورهای به اصطلاح قدرت‌های جهانی هم همینطور، و در نهایت ایران خودش رو محدود کرده به چند کشوری که اساسا قدرت خاصی و نفوذ دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی خاصی در سطح جهانی نداشتن. یعنی حذف روسیه از معادلات ایران میتونه به شدت برای ایران خلأ ایجاد کنه و مشکلات اساسی در رابطه اقتصادی دیپلماتیک و مخصوصا در حوزه‌های بین‌الملل داشته باشه. بله، سپاس از شما لیلا مروبتی، تحلیلگر سیاسی که از فنلاند همراه ما بود.